اگه میبینین توی کلیپ‌های خارجی که خیلی تشتای حرفه‌ای دارن، آره عالیه، منم پیشنهاد میکنم باشه، ولی دلیل نمیشه چون نداشته. اینا رو منظورم ببینیم چقدر نرمه، ذره ریزی اگه باشم یا توی ظرف زیریتون که بمونه کفه. باید بشن توی این گلولای داخل ظرفتون بچرخیم، چون ذرات خیلی ریزی هستن که برای همین ما با موچین داریم ورش میداریم. چون امیدوارم که شما هم بتونین پیدا کنین و سلام و خدا قوت خدمت تک تک دوستان. اومدیم توی مسیر رودخونه برای کشف طلا. جایی نریم، با ما همراه باشین که آموزش‌های قشنگی داریم براتون. بهترین نقاطی که توی مسیر رودخونه برای کشف طلا هستش دوستان، جاهایی که آب برده، مثل دقیقا کناره دیوار رو میبینیم. بهترین رودخونه ها رودخونه های فصلی نیستن دوستان، رودخونه هایی که کل سال جاری هستن، 12 ماه سال و جاری هستن. بهترین نقاط برای کشف طلا به چه دلیل؟ به دلیل اینکه املاح خیلی زیادی از دوردست ها داره با خودش میاره و 100% توی این املاح ما باید ذرات طلا رو پیدا کنیم. یه نقطه که گفتم اینجا جایی که آب شستش و یه لایه زیادی از خاک رو برده، احتمال میدیم که توی خاک اینجا باید داشته باشیم. حالا یه مقدار نمونه برداری میکنیم از نمونه این خاک. دو اینکه جایی که مثل اینجا بهش میگن ترمزگاه رودخونه ها، یه جایی که املاح یه ترمزی میزنه و امکان این که زیر خاکش یه 10-15 سانتی رو برداریم و زیرتر پایینترش داشته باشه احتمالش هست. دو اینکه وسط این رودخونه می‌بینیم جایی که صخره‌های خیلی بزرگ داره، زیر سنگ‌ها یه گلولای خیلی نرمی داره بچه‌ها. پس الان 3 تا گزینه شد، یکی جایی که ترمز می‌خوره وسط رودخونه ها که لایه‌های روی آب مونده و از دو طرف مسیر آب مدرد شده، و جایی که شسته شده. ما ظرف رو برداریم و یه مقدار نمونه برداری کنیم، یه مقدار از این خاک اینجا بردارم، یه مقدارم از خاکای داخل رود. امیدوارم سنگ درشتاشو همینطوری با خود دست میتونیم جدا کنیم بچه. ما این خاک نرمای ریز ریز رو میخواییم قشنگ بشوریم. و اینم بگم که نابرده رنج گنج میسر نمیشود. شاید ما توی فیلم به دلیل اینکه تایممون کم شه یه خورده فیلم رو جلو میبریم و که فقط بحث آموزشی این کار رو بهتون نشون بدیم، و الا باید زیاد کاوش کنین و حوصله به خرج بدین تا بتونین یک ذره کوچیکی از طلا رو بتونین کش کنیم. و این کار واقعا حوصله زیادی میخواد، یعنی همینجوری نیست که سریع بخواد پیدا شه و پولدار شیم، نه، باید زیاد تلاش کنیم. من یه دونه بیلم اینجا داشتم، بیلم رو پیدا کنم. بله خب باید برم اون طرف رودخونه. یه چیزی من کفشام رو در بیارم، چقدر لیزه اینجا.
میترسم سر بخورم و چنقدر خاکش لیزه. یک دلیل دیگه هم که ما اومدیم توی این رودخونه داریم میچرخیم، دلیلش اینه که خاکش خاک سیاهه و احتمال اینکه اکسید زیادی داشته باشه فراوونه و به دلیل همینم بیشتر روی این رودخونه زوم کردیم. همینطور که میبینیم درشتاش همین اول با دست بر میدارم بچه، چون تلا وزنش خورده سنگین تره نسبت به این سنگای دیگه، کف ظرف ما میمونه و اون گلولایی که خاطیش هستش اونا همه میره و بهترین راه اینه که ما این درشتاش از همینجا با هم دست جدا کنیم. خب این هم یه نمونه. یه نمونه هم داریم اینجا که میخواستیم از این زیر سنگا برداریم و زیر سنگا یه گل سیاه رنگ هستش که احتمال میدیم توی این گلولایی که پشت این سنگ گیر کرده باشه. اینا رو منظورمه، ببینیم چقدر نرمه. توی اینا من احتمال میدم که باشه. چه سنگای صافه پشت گلی داره. اینقدر آب سرده که واقعا داره پاهم یخ میزنه دیگه، ولی خب ما باید دست از تلاشمون که بر نداریم دیگه. اینقدر اینا رو اینجوری اینجوری همش میزنیم که اون درشتاشو اون گلش و اینا همه جداشن از هم که بتونیم این درشتا رو اینجوری برداریم. بچه ها اون ذره گل با خودش نداره، اون چیزی که ما مد نظرمونه توی گل این خاکه. خاک هم میبینین چقدر سیاهه. شما اکثر کلیپ های آموزش شکار طلا رو نگاه کنی، اکثر استادا توی این خاک سیاه دنبال طلا میگردن چون دنبال اکسید بیشتری هستن و جایی که کشف طلا رو داره بیشتر توی همچی خاک سیاه رنگی هستش. خب من برم ظرفای دیگه همو بیارم. اومدم خب اینقدر خسته شدیم اومدیم یه چای نسکافه یه چیزی بزنیم یه نوشیدنی که یه خورده جون بگیریم تا بریم ادامه راه رو و ادامه جستجون رو بریم که بتونیم یه شکار خوب داشته باشیم دیگه. به امید خدا که به قول معروف هم میگن که از تو حرکت از خدا برکت. فقط دوست دارم که خسته نشیم تو این راه و ادامه بدیم. قطعا جواب میگیریم چون من خودم جواب گرفتم و
بهتونم نشون میدم که حجمی که پیدا کردم یه روزه پیدا نشده دوستان، و یک ماه من دارم تو این رودخونه ها میچرخم و دارم کاوش میکنم. الان هم اومدیم یه استراحتی و یه نوشیدنی بزنیم که بریم برای ادامه مسیر. خب آب جوشمون هم آماده شد، یه نسکافه قهوه‌ای بزنیم، هم توش قهوه ریختیم هم نسکافه، که هم انرژیمون بره بالا یکم و خستگیمون هم در بره. اینم قهوه نسکافه‌مون. بهتون پیشنهاد میکنم توی طبیعت حتما یه قهوه بزنیم، دقیقا مثل انرژیزا عمل میکنه. بچه دوستایی که میرن شکار سنگ و اینا حتما بهتون پیشنهاد میکنم. بفرمایید. خب اومدیم که ظرفامونو بردیم، چشممون افتاد به پیچ رودخونه، جایی که دقیقا یعنی همون ترمزگاه رود بهتون گفتم. یه خاک خیلی نرم و لای مشکی رنگی رو داره و نظرم رو جلب کرد که از اینجا هم یه نمونه بردارم، به خصوص نگاه زیر این سنگایی که گفتم سنگ درشتا، همین خاکش رو بشوری جوابه. این لایه روش یکم میزنی کنار، یه 10 سانتی از زیر کار دقیقا برمیداریم، که امیدوارم که موفق بشیم. هرچند اینو بگم که ما خیلی خیلی چرخیدیم توی این رودخونه و تونستیم یه ذرات خیلی ریزی پیدا کنیم که اومدیم کلیپ آموزششو برای شما میذاریم، و نباید دل سرد بشین توی کار سنگ. و من عاشق اون عزیزانی هستم که طبق آموزشامون میرن شکار سنگ، میرن دل طبیعت و شکار انجام میدن و برای ما عکس و فیلماشونو میفرستن که چه شکارایی کردن. و باید از یه دوست عزیز اونم تقدیر تشکر کنم، از بچهای قزوین هستش، واقعا دست مریضات داره، واقعا از همینجا بهش خدا قوت میگم، چون منی که تو کار سنگ هستم واقعا فکر نمی کردم توی قزوین بخواد همچین سنگی باشه. سنگی رو پیدا کردی این دوست عزیزمون که ما توی شهرستان فردوس توی منطقه خاصی رو فقط داریم، شجر گل اناری خیلی خوبی هست، و واقعا من در تعجبم که این مرد چجوری توی قزوین توی رودخونه و توی کوه تونسته همچین چیزی رو پیدا کنه. بچه ها اینقدر باید این خاک رو زیر و رو کنی، اینقدر باید اینو بشوری که ذره ریزی اگه باشم بیاد توی ظرف زیریتون که بمونه کف ظرفتون. فقط امیدوارم بتونم براتون یه تیکه خیلی خوبی پیدا کنم و حال دلتون خوب بشه. اگه میبینین توی کلیپ‌های خارجی که خیلی تشتای حرفه‌ای دارن، آره عالیه، منم پیشنهاد میکنم باشه، ولی دلیل نمیشه چون نداشته باشیم نری.
میبینید کل لای این کار گرفته شد و همه اینایی که مونده دقیق با چشم یه بالا پایین میکنیم و به نظر من چیز خاصی نیست توی اینا دیگه. اینا رو بگیر دیده میشه. بیا اینجا این خاک رو دیگه ما کارشش نداریم، این دیگه تمومه واقعا. و این یکی از مراحل چیزمونه، پاکسازیمون. وارد مرحله دوم میشیم که این مرحله واقعا مرحله حساسیه و خیلی خیلی باید حوصله به خرج بدی. ما دقیقا توی این آبشو بذار من بریزم که دقیقا متوجه بشیم چه خاکی رو ما مد نظرمون هستش. اینه عزیزم، این خاکه که توش ممکنه خیلی چیزا باشه و ما هنوز هیچ خبری نداریم ازش. باید اینقدر این خاک رو ما بشوریم تا بتونیم موفق بشیم انشالله. ما سر کلیپ قبلیمونم بچه ها، خیلی از بچه ها گفته بودن که چه زود پیدا شد چه سریع. حقیقتا به دلیل وقت کمی که داریم نمیتونیم بچه ها تمام ریز کار رو براتون بذاریم و باید خیلی جاها که همین شست و شوشه باید یک ساعت من وقت بذارم تا بتونم اون چیزی که میخوام پیدا کنم. دوستان عزیز، همینطور که اینی من دارم آب میریزم توی این ظرفم، باید به همین صورت دورانی که دارم میشورمش اینجوری اون املاح و سنگای سبک کار ریخته میشن بیرون از ظرف و اون ذرات سنگینی که ما مد نظرمون هستش اون میمونه ته ظرف برامون که توی اون املاح ته ظرف باید بچرخیم و این زمان زیادی میبره. برای همین من باید خلاصش کنم و حالا فیلم رو باید خلاصه کنیم و الا من که باید اینجا یه ساعتی فقط این ظرفه رو زمان بذارم و دقیق براتون بشورمش.
اونقدر باید این کار رو انجام بدی، تکرار کنی که ذرات کف ظرفمون بمونه. اون که من این ظرف رو انتخاب کردم فقط به خاطر این شکل مؤدبی که داره و راحت تر میشه شستشو رو انجام داد، به خاطر این ظرف من انتخاب کردم. یه تابعه مؤدبی شکله و برای شستشو خیلی راحت تره و اون ظرفاتی که ما میخواستیم ته کار میمونه برای اون. بالاخره پیدا کردیم اینو، طلایی که بعد کلی شستشو و کاوش تونستیم به مجموعمون اضافش کنیم و یه حجم طلای قشنگی تونستیم پیدا کنیم. خب بچه ها ببین مقدار حجم تای ما ظرفمون که رسیدیم قشنگ باید نگاه کنی این خاکای نرم رو پس بزنی و اون برقشی که میده، اون ذراتی که دیده میشه 100% طلا هستن و بدون شک تونستی کاوش خوبی داشته باشی. و اینجا من یه قطعه کوچیک میبینم که بعد کلی کاوش و اینا توی این سیاهی ظرفمون قشنگ دیده میشه و چه برقی هم میزنه ماشاءالله. به بهتر اینه که بچه ها هرچی که پیدا میکنین رو توی ظرف شیشه‌ای با خودتون داشته باشین، ولی خب باید قشنگ توی این گلولای داخل ظرفتون بچرخین، چون ذرات خیلی ریزی هستن که برای همین ما با موچین داریم ورش میداریم، چون اینقدر بعضی وقتا ریزه که اصلا با دست نمیشه برداشت. بزن یه همه دیگه بزنم، من دیگه نداریم. چرا گفتم با دوستان همینطور که گفتم خیلی نباید سریع خسته شی و بی خیال کار بشی. اینجا پیدا نکردی برو پایین تر پیدا نکردی برو بالاتر. بالاخره باید پیدا کنی، باید اون روز تو پیدا کنی.
و اینجا رو بیا بگیر. یه قطعه ویز دیگه هم من توی این ظرفم پیدا کردم و دیگه تیکای آخریه که میریزم توی ظرفم. و اینو بدونین که این ظرفی که من الان دارم این توی یک روز جمع نشده بچه ها. و یک ماه من دارم میام، تونستم یه چند قطعه اینجوری پیدا کنم و از هر جایی که 2 ساعت 3 ساعت نشستم وقتمو گذاشتم تونستم یه 2 قطعه خیلی ریز که چند صدوم نشده تونستم پیدا کنم. امیدوارم که شما هم بتونین پیدا کنین و مثل من حال دلتون خوب بشه و اینکه انرژی بگیرین. بحث مالیش به کنار، بحث کاوشش که خودت یه چیزی رو پیدا میکنی خیلی لذت بخشتره. مثل ما که شما دوستان عزیز رو داریم، اجتماعی درود.